هر جا که خبر هنری هست بر همگان پوشیده نیست که شما از سنین خیلی نوجوانی هم خودتون هنرمند هم تا به امروز طرفدار و حاضر در هر محیط و محفل هنری. امشب اینجا در کنار تابلوهای خانم ونشا رودبارکی چه بیان و احساس تازه‌ای دارید در مورد کار هنر و از جمله کار ایشون؟ گفتین البته من همیشه علاقمند بودم به هنر ولی خودم هنرمند نبودم متاسفانه. یه چیزایی بلد بودم بکشم و یه پیانو هم شروع کرده بودم و حتی سه‌تار نواخر در ایران، ولی به هر صورت هنر برای من خیلی مهمه، برای زندگی مردم واقعا، و فرهنگ یه ملتی رو نگه میداره. و ونشا رو من دفعه اول 15 سال پیش در نیویورک دیدم که آقای یارشاتر بودن که یه سازمانی داشتن و کار ایشان اونجا بود که من رفتم دیدم و پرسیدم کار کیه، که گفتن کار فلانی است، که بعد از اونجا آشنا شدم با ایشون. و بعد که توی فرانسه در حدود سالهای 2006 و واقعا خب کارهای قشنگ و زیبایی دارن و خارج از کار خودشون خیلی به هنرمندان این اواخر میرسن در داخل و همیاری میکنن، کمک میکنن، تشویق میکنن، معرفی میکنن و برای من خیلی مهمه. اونچه که در این لحظه میخواستم از شما بپرسم، آخرین باری هم که شما رو دیدم چند تابلو از ونشا رودبارکی داشتید و با خبرم به طور ناشناس سرزده میرید به آتلیه چندین خانم نقاش که من با خبرم کارهای اونا رو میبینید. آیا امروز اون جمله معروفی که تنها شانس باقی مانده ما فرهنگ رو باور دارید؟ و آیا فرهنگ میتونه بره به کمک سیاست دست کم برای مملکت ما؟ من مطمئنم. از میدید که از خانم رودبارکی هم خواهش بکنم، چون ایشون با سر اشاره کردن که میخوان از شما تشکر کنن، این تشکر رو در برابر دوربین انجام بدن. درود بر شما. من هستم که باید از اولیا حضرت سپاسگزاری بکنم برای تمام عشقی که به ایران دارن، به هنر دارن و به هنرمندان دارن، و واقعا سپاسگزارم از ایشون. خیلی ممنون. بار دیگر ممنون از اینکه در این وقت گرفتتون اجازه دادید که گفتگویی با هم داشته باشیم. خواهش میکنم. خانم رودبارکی، بعد از مدت‌ها کارهای تازه‌ای رو از شما می‌بینیم و این بار این شانس که به دعوت شما شهبانو هم اینجا حضور داشتند و دیدید که درباره کارهای شما چه گفتن. در این مدت شما انتقاد به معنای تحلیل کاری داشتید، خوشبختانه منفی من ندیدم، ولی اون چه که کارهای شما رو مجزا میکنه، آیا این آگاهی شوق شما رو در کار بیشتر میکنه، یا اینکه همونطور که میبینم هنوز رنگ سرخ رنگ مورد علاقه شماست؟ سپاسگزارم. البته که با زمان من پیش میرم، تلاش میکنم که پیش برم، چیز یاد بگیرم و به تکامل نزدیک بشم، کاملتر بشم. هرگز به تکامل نمیرسم، من هرگز بدون عیب نخواهم بود و همیشه با کولباری از عیبهایی که دارم و گاهی اوقات هم اعتبارها میتونم به پیش برم. هدفم این هستش که بتونم به پیش برم و خودم رو نزدیک بکنم به یک مرحله از تکامل. ولی زیربنا همون هست، همون که آدم نمیتونه ریشه هاش رو عوض بکنه، من هم زبان نقاشی، زبان رنگ های سرخ و زبان شقایق ها، زبان همون هست. منتها من در این زبان شاید که به مرور زمان چیزهای بیشتری یاد گرفتم، واژه های بیشتری یاد گرفتم و حرف های بیشتری برای گفتن دارم. آیا با فعالیت های در این چند سال گذشته شما میشود شما رو یک نقاش سیاسی دونست؟ باید اول سیاست رو معنی کرد. سیاست از دیدگاه من مدیریت قدرت هاست. من فکر میکنم که همه انسان ها باید آشنا باشن به علم، به علوم سیاسی، برای اینکه سیاست یک علم هم هست. اونجایی که ما مدیریت میکنیم توانایی های خودمون رو، اعتبارای خودمون رو، هنر خودمون رو، درش سیاست هست.
هر چیزی که روی من اثر بذاره و اثرگذار باشه، از جمله اونچه که من در ایران میبینم، ظلمی که مردم ایران هم وطنان من متحمل میشن، روی من اثر میذاره و من چه بخوام چه نخوام واکنش نشون میدم.